جمعی از فضلا و استادان حوزه های علمیه قوم نجاب و همچنین طلاب افغانستان با مرجعیت شیعه آیت الله سید صادق حسینی شیرازی مدز دیدار کردند. حجت رسام شیخ محمد عارف محقق کوشا نماینده معظم الله در کابل نیز در جمع میهمانان حضور داشت. در این دیدار مرجعیت شیعه سخنانی فرمودند، پیروزی و غلبه نه با قدرت و فراوانی نفرات بلکه با اخلاص، عمل و فعالیت مداوم حاصل می شود. معظم الله با اشاره به روایتی از حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها فرمودند ما باید عمل صالح و حسن نیت خود را به پیشگاه خدای متعال تقدیم کنیم تا حضرتش منت بگذارد و به اندازه کفایت، لیاقت و قابلیتمان ما را از انایات خود برخوردار کند. مرجعیت شیه در ادامه ضمن بیان نکاتی درباره افغانستان و اوضاع جاری این کشور فرمودند، کشور افغانستان امروزه نیازمند توجهی فراوان است و برای نجات جوانان این کشور از عقاید افکار و اخلاق فاسد باید تلاشی فراوان در حوزه ها، دانشگاه ها، مدارس و دیگر عرصه ها به کار ببرد. آیت الله شیرازی همچنین فرمودند دیگران با کوشش و توانی فوقالعاده سعی دارند تا جوانان ما را از لحاظ عقیده و اخلاق از پای درآورند و به انحراف بکشانند ولی ما باید بکوشیم و کار کنیم البته امکانات اندک است و با کمبود مواجه هستیم اما باید به یاد داشته باشیم که خدای متعال در کار، تلاش و فعالیت برکت قرار می دهد چرا که خود در سوره بقره فرموده است بسا گروهی اندک که بر گروهی بسیار پیروز شدند این آیه کریمه تنها جنگ نظامی و فیزیکی را شامل نمی شود بلکه جنگ های فکری اعتقادی و اجتماعی را نیز دربر می گیرد و بدانید که فرجام خوش از آن پرهیزکاران است.